سلام، چطورید؟ عشقای داشمیر به ویدیوی امروز خوش اومدین. بچه‌ها این ویدیو یه ویدیوی خیلی 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 خفنه، چون تو این ویدیو میخوام بهترین گانای بتل رویال سیزن دهم به همراه بهترین اتچمنت رو بهتون بگم. قشنگ میخوام یه گان و یه اتچمنتی بهتون بدم، قشنگ برین مپ و وای جارو کنید. بچه از اونجایی که خیلی از گانا این سیزن باف شده، خیلی ها نرف شده، اصلا اکتیویژن هم نگفته، یعنی اکتیویژن نمیاد مثلا بگی باف شده یا نرف شده، اینا رو پلیر رو باید بفهمن. حالا آقا ما رفتیم تمام گانای بتل رویال رو تست کردیم، خفن‌ترینشون رو واسهتون آوردم فقط واسه شما عشقای دلم. قربونتون برم آقا. بگذاریم از این موضوع. بچه‌ها ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو یادتون نره سابسکرایب کنید. آقا به عشق خانم شاکری دافترین اسکین کال آف دیوتی موبایل، تو ببین دافولی‌ترین اسکین کال آف موبایل شما داری میبینی، یه دونه لایک خوشگل رو ویدیو بزن. آقا بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اولین گانی که میخوام به تو معرفی کنم اصلا گادترین گان AK47 که با یه اتچمنت خوب شما میتونه این گان رو خدا کنید. بچه ها من دو تا اتچمنت بهتون میگم، یه دونشون واسه فاصله نزدیک تا رنج متوسط، ولی یه دونشون رنج سگی و یعنی قشنگ 500 متر مرتر رو میتونید باش بزنید. نگاه کنید این اتچمنت رو، اصلا نگاه کن، نو شیکه، یعنی اصلا شیک نداره، لرزش نداره، لگد نداره. اصلا داشمیر ببین چه اتچمنتی میخواد بهت بگه. اصلا نگاه کنین بچه ها، دقتش خداه، دقت خدا. بچه ها اینی که دارین میبینید این اتچمنت مال اون گانیه، یعنی 47ه که بهتون گفتم، نزدیک زن رو به رنج متوسطه، ولی دور هم میتونید باش بزنید، ولی خب برای دور یه خورده لگد داره. حالا دوست دارید هر کدوم رو امتحان کنید. بچه این AK47 که چیدمه روش لیزر هیپ فایره، یعنی شما راحت یه نفر که اومد میتونی با هیپ فایر بدون زوم بزنی جرش بدید. آقا بریم اتچمنت ها رو بهتون بگم. خب ببینید داخل ماژول ها، یعنی اولی بالا نگاه کنید، ماژول نوشته اولش امه، MIP Light Flash Guard. مره اینه روش میذارید، هم دقت بازوم زدنتون اوکی میکنه، هم دقت بدون زوم یعنی هیپ فایر رو. آقا برل خودی که مارکسمن، اصلا مارکسمن دیگه همه میذارن. حالا رداد کلاسیک روش بذارید، دیگه سلیقه یه رداد، ولی خب کلاسیک اصلا بهتره چون فضا بازتره. حالا بگذاریم خشاب 50 تایی که یادتون نره. بعد لیزر MIP لیزر، ببینید اینو، دقیقا این اتچمنت مال رنج نزدیک تا رنج متوسطه. خب بچه این اتچ اینو نگاه کنید، این گانی که الان میخوام بهتون بگم AK47 اتچمنت دورزنه، نگاه کن دورو چجوری میزنه. هشما واجی تو فقط نگاه کن، اصلا هیچ چی نمیگم، نگاه کن ببین اصلا لرزش نداره، دور اصلا نگم رو تو خودتون نگاه کن. ای خدا ای خدا، داشمیر ببین چه اتچمنت هایی میچینه واسه بچه ها. نگاه کن اصلا لرزش نداره، اصلا اکتیویژن خودش میگه تو اینو چجوری چیدی، تو رو از بازی بند میکنم. پشمون بچه اتچمنت ها رو بهتون دادم. بچه یه چند شب واقعا درگیرم، نمیتونم هر شب کاستوم بذارم، ولی امشب کاستوم داریم. داخل کاستوم امیدوارم این 47 رو بچینین، همدیگه رو باش جر بدیم. بچه این اتچمنت هایی که دارم بهتون میگم خدا انو. بچه این زیاد بدون زوم زدنش، یعنی هم هیپ فایری زیاد اوکی نشده هنوز. میچی میگم این واسه نقطه زنیه، واسه دوره، ببینید اصلا نلرزش داره، دقت خدا، نقطه زن گاد. اصلا داشمیر یه اتچمنتی اوورده واسه تون، فقط انگشتاتون رو باش میخورید. ای خدا. آقا بریم اتچمنت رو بهتون بگم. هی بچه ها ببینید برل رو روش مارکسمن میذارید، اسکوپ همون اپتیک روش همون کلاسیک رو میذارید، هرچی دوست داشتید. حالا بعد آندر برل رو نگاه کنید، زیر برل، آندر برل یعنی همون یکی زیرش میذارید و چقدر دعوت میده، با داداش هم دعوت نده. ببینید رنجر فریگریپ رو میذارید، حالا اگه درست گفته باشم خشاب 50 تایی که یادتون نره. بعد ببینید اینو که روش میذارید خیلی نقطه زنش میکنه، یعنی ببین خیلی، یعنی خیلی نقطه زن. حالا ریر گریپ هم روش اونی رو میذارید که اول جیه، نگاه کنید خشاب 50 تایی، ببینید اینو روش میذارید، یعنی این بچه ها این اتچمنتی که بهتون دادن نقطه زن سگی، یعنی راحت یه اسکواد باش میذارید. آقا گان دومی که میخوام بهتون معرفی کنم MSMC، یه گان خیلی خفن. بچه ها نمیم خیلی رنج داره این گان، یعنی جدیدن خفنش کردن و
بذارین توضیح بهتون بدم. بچه این گان سیزن قبلی یا دو سیزن پیش اینقدر خفن نبوده، الان خیلی خفنش کردنه، خیلی رنجش رفته بالا، خیلی دمیجش اوکی تر شده. یعنی اگه نخوام الکی بگم، بهترین SMG حال بتل رویال اینه، بهترین SMG حال بتل رویال. حالا داشمیر یه اتچمنتی واسه تون میخواد بده که قشنگ جل بدید انمی رو. بچه اینجا زیاد نمیتونیم نشونتون بدم اتچمنت ها، چون این واسه فاصله نزدیکه، ولی خب بهتون میگم الان نشونتون میدم که قشنگ کیف میکنید. بچه این اتچمنت ها رو برید تست کنید، اگه راضی بودین ازشون بیا داخل کامنت ها بگو داشمیر عشق اتچمنت اوکی بود، حتما بیای بگی و منتظر کامنتتم. ببینید بچه ها، راستی همه شونو دارم با گان لژند براتون تست میکنم. بچه این اکانت خودم نیست، اکانت رفیقمه، خیلی اکانت خوبیه واقعا. اکانتش 8 تا گان لژند داره، ولی 8 تا گان لژندش گان لژندای اصلیه، نه این چرت و پرتا. آقا بریم که اتچمنت رو بهتون بگم، بتل رویال باش جارو کنیم. داداشم MSMC، داداش گلم MSMC، برای برارم برارم. ببینید MIP لایت فلش گارد رو همه SMG ها باید اینو روش بذارید، چون که MIP فلش گارد باعث میشه که هیپ فایرتون قوی بشه، یعنی سگی بشه خیلی. نگاه کنید این خداه. بچه بعد مارکسمن رو روش میذارید به عنوان برل، خشابش همون 36 تایی حد اکثر، خشاب 36 تایی رو روش میذارید، اسمش 36 همون اولش، این هم روش، ریر گریپ هم روش، همونی که اول جیه رو میذارید، لیزر هم روش، لیزر MIP رو میذارید، هیپ فایر. این گان خدای هیپ فایر بتل رویاله، یعنی منتظرم فقط کاستوم بشه من ببینم این گان داخل دست شماه. برید بچینینشون، این گان ها خدا هن، اتچمنتشون خداه. 350 بار 3000 بار من اینا رو تست کردم، مطمئن باشین ازشون، داشمیر چیز بد دست شما نمیده. برید تست کنید عشق داشمیر، ویدیو رو همین الان لایک کن. صدام گرفت آقا. همونطور که میبینید این دیگه همه تو میدونید این چگانیه، سلطان MC زمتیک چاقو میشه و چاقو رو پرت میکنه. گل زده. بچه ها نگاه کنید، اصلا دیگه خودتون دیگه داره میبینید، خشابش 60 تا تیر داره دیگه، فایر ریت بالا داره، نقطه زنیشو نگاه کنید، اتچمنت هایی که من بهتون دادم الان بهتون میدم مولایی، و نگاه کنید نقطه زنی رو فقط. بچه ببینید M13 فقط متیکش اوکیه، یعنی شما روی M13 عادی بدون اسکوپ نمیتونید حساب زیاد ویژه‌ای باز کنید، چون اسکوپش اصلا خوب نیست، خیلی لرزش داره، فقط متیکش خفنه. نه حالا بدون متیکش هم خوبه، یعنی ساده، ولی خب متیکش یه چیز دیگه است، از حق نگذری متیکش یه چیز دیگه است. بچه ها ناامیدم نکنید، یه دونه لایک خوشگل به افتخار داشمیر، بکوب رو ویدیو، کامنت ها رو با خانم شاکری. خانم شاکری خدای دافترین اسکین کال آف دیوتی موبایل رو رفتم خریدم واسه تون، عشق کنید تو گیم پلی. نگاه کنید اصلا نگم براتون، نگاه کنید اصلا لرزش نداره، نگاه نقطه زنیش کنید، دقتش کنید. آقا بریم اتچمنت رو بهتون بگم. بچه برل روش RTC میذارید، نگاه کنید RTC که بذاری روش قشنگ لگدش رو میگیره، اصلا دیگه لگدی نداره. بعد این ریر گریپ هم روش، اینه که برای جیه رو بذارید، خشاب لارج مگ بی رو روش بذارید که خشابش بکنید 60 تا، پشیمون خشاب 60 تایی. ای خدا. بچه لیزر هم روش، لیزر MIP رو بذارید، چون که هیپ فایرش رو قوی کنه. بچه اینجا یه دونه اتچمنت دیگه هست که من اینجا یادم رفت بهتون بگم، داخل استوکا، اون استوکی که دقت رو زیادتر میکنه، زده اکوریتی و کنترل رو زیادتر میکنن رو روش بذارین. یعنی من اتچمنت چهارم رو واسه تون گذاشتم که هر جور دوست داشتین انجامش بدید، دوست داشتید روش ماژول بذارید، دوست داشتید روش اصلا استوک بذارید، اتچمنت چهارم با خودتونه. بچه این اتچمنت ها خدای خدا هنو، یعنی اینا خود خدا هن. خیلی خفنه این اتچمنت ها، شما ببینید این M13 با 4 تا اتچمنت دیگه بدون لرزش بود، چه برسه شما بخواید پنجمی رو روش بذارید. بچه ها گان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم، ازول حالا هرچی، گان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم این گان شاهکاره، اصلا شاهکار. بچه ها ازول 3-4 سیزن بود که
یه خورده بد شده بود، اما الان خدا شده، یعنی به تو نگم دیگه. اصلا شما نگاه کنید، لرزش داره بچه ها. از ول کلا یه گانیه که واسه نزدیک طراحی شده، یعنی واسه دور نیست، ولی فاصله نزدیک خدای از ول جر میده. حالا نخوام بهتون الکی بگم، فاصله نزدیک از ول جر میده. آره دیگه بچه ها، این از ول واسه بعضیایی که فاصله نزدیک میزنن، یعنی نمیگم که از SMG بهتره، ولی خب یه گان خوبه دیگه. گفتم بهتون نشونش بدم. حالا خودم که با ازول نمیزنم، ولی گفتم شاید خیلیاتون باش حال کنید، ولی این گاه خیلی خفنه. داخل بتل رویال که تستش کردم خیلی سریع انمی رو میندازه. آجی فقط تو برو بگی رو انمی داخل، تازه داخل ای سیزن یه دونه اپیکش هم داخل بتل پس اومده. حالا دیگه نور علا نور. بچه همونطور که بهتون گفتم، برید این اتچمنت های ناموسی رو تست کنید. بعد از اینکه تست کردید، بیاید بنویسید داشمی خوب بود اتچمنت ها، اتچمنت خوب نبود. برید بچینید با هر اتچمنتی که حال کردید، بیایید داخل کامنت ها بهم بگین، اصلاحش کنید. حالا خودتون هرچی دوست داشتید روش بذارید. نمیگم حالا این اتچمنت ها چیزه، ولی خدا ترین اتچمنت ها رو من بهتون دادم، یعنی اینا بی نقصن. آقا بریم سراغ اتچمنت ها. این گان مولایی چرا نوشته رس اونجاش فارسی؟ پشماجی چرا نوشته رس؟ زبان من که پشماجی، من زبانم فارسیه، میگم زبان کالافم انگلیسی، چرا اونجا نوشته فارسی؟ پشمام. آقا لیزر MIP رو روش میذارید هم بچه؟ لیزر MIP واسه هیپ فایره، بدون زوم زدن خدا میکنه. برل هم روش اینو میذارید چون که رنج رو ببره بالا. بچه از ول یه گانیه که واسه رنج نزدیکه، حتما باید رنجش رو ببرین بالا. بچه آندر برل هم اینی که هست رو روش میذارید. اسمش یکم سخته واسم، استریک فری گریپ. خشاب لارج بی رو روش میذارید. یکم صدا میگرفت شرمنده، یکم سرما خوردمه. آقا لارج مگ بی رو روش میذارید. ریر گریپ هم که همون اونی که اولی جیه رو میذارید. بچه ها تقریبا اتچمنت ها 3-4 تاشون داخل هر گان یکیه، یعنی بستگی به خودتون داره دیگه. بچه گان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم، اکوه. اکو یکی از سمترین گانای بتل رویال، یعنی خودتون دیگه میدونی سم خالص. شما یه اتچمنت خوب رو اکو بذار سم بشه، یعنی سم خالصه، تزریق کن فقط. بچه ها این اکوی که دارین میبینی روش لیزر فایر گذاشتم، یعنی شما فقط بیفت دنبال انمی 25 تا تیر میخوره. بچه ها 25 دونه تیر، یعنی شما یه دونه انمی رو ببین همینجوری بیفت دنبالش، هی اون فرار کنه هی شما بیفت دنبالش. پشمام چقدر فوش میخوریم به خدا سر این گان، انقدر فوش میخوریم که نگید. اصلا اتچمنت وسطتون گذاشتم مولایی، یعنی خار مادر، اینقدر خفنه یه اتچمنتی که من بهتون دادم، فقط به عشق شما همه اینا رو دارم میدم. قشنگ رفتم تستشون کردم، یه چیز خوب بهتون بدم. آقا بریم سراغ اتچمنت. بچه داخل ماجور رو چوکو میذاری، چوک دیگه رو همه شاتکانه لازمه، در رو امام کاظمه. بچه دیگه بستگی به خودتون داره، میخواین با زوم بزنید یا بدون زوم. معمولا اکو رو بدون زوم میزنه. روش MIP اینو ببینید، خشاب روش اونه که زده مگه دی رو که روش بذارید، پشمام هاجی 25 تا تیر، هاجی 25 دونه تیر میخوره. بعد بچه ریر گریپ هم روش اونی که اول جیه رو بذارید، برل هم روش مارکسمن رو بذارید. بچه برل دیگه اکثر گانا مارکسمنه، چون رنج رو میبره بالا، اکوریتی بالا، کنترل بالا، اصلا کلا خدا میکنه. بچه این اتچمنت هایی که داش امیر داره بهتون میده مولاییه، یعنی قشنگ مولایی. بچه گانه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم دیگه، خیلی اتچمنتش داریم ولی خیلی ها نمیدونین هنوز چه اتچمنت خفنی روش بذارید. بچه ها بهترین اتچمنت HS این چیزیه که من بهتون میگم، اصلا تغییرش ندین، چون HS شما هم باید اکوریتی بالا باشه، هم دقت باید بالا باشه، هم دقت بدون زوم زدن، هم باید سری زوم کنه، میدید چی میگم، هم باید موومنتتون خفن باشه. شما نمیتونید بیاید روی HS مثلا آندر برل بذارید که موومنت رو بیارین پایین. شما بچه ها اتچمنت هایی که بهتون دادم واسه HS خدا ترین اتچمنت، اصلا مال خود امین اینفرنوه، یعنی اون یادم من اتچمنت ها رو از سیزن تقریبا 10 سیزن پیش داشتم استفاده میکردم، تا همین الان که همین الان اصلا ضعیف نشده. می چی میگم، اتچمنت اون امین اینفرنو بوده، نارکو هم ازشون استفاده میکرد. این اتچمنت HS که میخوام بهتون بگم،
اصلا بچه خیلیاتون اتچمنت مزخرف واقعا میرفتین سر HS میذاشتین، دیگه اصلا تمام شده. داشت شمیر یه اتچمنت میخواد بهتون بگه مولای قشنگ وان شات، یه دونه بزن وان شات، اگه وان شات نشد یا داخل کامنت ها بهم بگو، یه دونه بزن خدایی وان شاتش میکنی خود طرف پشمش میریزه، میگه اتچمنت تو بهم بده. آقا بریم اتچمنت تو یکیون بگم بهتون بگم. خب ببینید ماژول چوک، درسته؟ ماژول و چوک روش میذارید، برل و آرتیسی روش میذارید، اوکی؟ یه چیز چرت و پرت روش نذارید. و استوک، ببینید استوک مهمترین بخشش، شما باید با HS موومنت برید، یعنی قشنگ نمیتونید خب مثل یکی چلف خب نیست، باید باش موومنت برید. پس داخل استوک روش نو استوک رو میذارید که موومنت تو خدا بشه. داخل ریر گریپا یعنی همون جی، همونی که اول جی رو میذاری، یعنی همه گانایی که گفتم یه ریر گریپا رو داشتنه که اول جی بوده. بچه ها لیزر MIP رو روش میذارید، اوکیه؟ بازوم زدنه، چون شما چقدر سوتی میدم، چون شما هم میتونید با این اتچمنت بازوم بزنید، هم میتونید فست اسکوپ بزنید، هم بدون زوم بزنید. اصلا این اتچمنت یه اتچمنت خدای، یعنی خدای HS، این اصلا خفن ترین اتچمنتیه که من تا حالا تو عمرم دیدم. من به تو میگم این اتچمنت مال خود نارکو همین اینفرنوه، از 10 سیزن پیش تا الان داره استفاده میشه. بچه ها این همه گام به تو معرفی کردم، حالا بریم سراغ اسنایپر. بریم اسنایپر به تو معرفی کنم. همونطوری که میبینید این اسنایپری که داریم میبینید اسمش رایتکه، یا همون AMD پشم AMD، خب مارک کارت گرافیکه AMD نمیدونم بچه خودتون دیگه اسمش میبینید، اسمش رایتکه و غیره. بچه این اتچمنتی که میخوام به تو معرفی کنم یه دونه تو سر برابر با وان شات، وست 200 داشته باشه، وست 300، وست 500، وست 1000 داشته باشه، هر چی داشته باشه میزنه میترکونش. اصلا این اتچمنت که میخوام بهتون بگم هد شات میکنه یه دونه، حتی از اسپیار هم بهتره. اسپیار داشمیر بود که باش انمی ها رو جر میدادم، انمی ها رو آمپول میزدم، این از اون بهتره، این از اون خیلی بهتره. بچه ها همون جوری که اتچمنت رو میبینید بچه ها داخل ماژول روش RTC رو بذارید، فهمیدین؟ این RTC رو که روش بذارید باعث میشه که خیلی لگدش کمتر شه، چون بچه ها گان رایتی خیلی لگدش بالاه، خیلی یعنی خیلی. و بچه ها اصلا اونی که رو مپه رو بردارید وقتی تیر میزنید میره تو هوا اصلا گان. بچه ها برل رو روش مارکسمن بذارید. الان بهتون توضیح میدم من چرا این پرک رو روش گذاشتم، الان بهتون توضیح میده داشم میگه. بچه ها رایتک یه گانیه که خیلی دیر خشاب عوض میکنه، شما باید این پرک رو روش بذارید که منفی 15% چیزتون رو ریلود تایمتون رو اوکی کنه، یعنی شما سریعتر ریلود میکنید، این واقعا خیلی خفنه. بچه ها این خشابی که بهتون میگم رو روش بذارید اوکیه، خشاب ترمایت رو روش بذارید که اگه یه تیر نخورد تو سرش لاقل به بدنش بخوره و خیلی دمیج بشه، یعنی وستش بپره. ریئر گریپ هم که بهتون میگم روش اینی که اول جیه رو بذاره، چون هیت فلینچ رو میاره پایین. هیت فلینچ چیه؟ یعنی هیت فلینچ الان چیه؟ بهتون توضیح میده داشمی. وقتی که مثلا شما دارید زوم میکنید، یعنی انمی رو دارید میزنید، انمی اگه شما رو دمیج بده، یعنی داره شما رو با یکی چلب میزنه، مگه اسنایپر نمیره تو هوا؟ مثلا شما دارید یکی اسنایپ میکنید، او داره شما رو میزنه، زومتون میره رو هوا. ولی اگه این ریئر گریپ رو روش بذارید دیگه اینقدر زومتون نمیره هوا، کمتر میره هوا، یعنی شما راحت میتونید بیشتر تمرکز کنید. آقا بچه ها عشق منید به مولا، همین الان ویدیو رو لایک کنید، یادتون نره کانال داشمی رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزن تا ویدیوی فردا. خدافظ عشقای من. Thank God that the brothers on the rise now.